درود بر شما از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم در چهارشنبه 5 مهر ماه 26 سپتامبر. تلویزیون دولتی سوریه گزارش کرد که در نزدیکی ساختمان ستاد مشترک ارتش این کشور در مرکز دمشق 2 انفجار شدید روی داده و باعث بروز آتش سوزی شده است. بر اساس برخی گزارش ها افراد مسلح به اسلحه سبک و نارنجک انداز به ساختمان مقر ستاد مشترک ارتش در این محل حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. وبسایت پرس تیوی تلویزیون ماهواره‌ای انگلیسی زبان دولت ایران میگوید مایان ناصر گزارشگر این تلویزیون در دمشق در اثر اصابت گلوله یک تک تیرانداز کشته شده است. بر اساس این گزارش حسین مرتضی رئیس دفتر پرس تیوی و تلویزیون عرب زبان العالم متعلق به دولت ایران در دمشق نیز روز چهارشنبه زخمی شده است. محمود احمدی نژاد در حاشیه سفر به نیویورک در گفتگو با شبکه‌های PBS و CBS آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا از سوی ایران به سوریه سلاح ارسال می‌شود گفت اگر سوریه بخواهد سلاح تهیه کند دوستان بسیار زیادی در عرصه بین‌المللی دارد که قبل از ایران این کار را انجام می‌دهند. تلخ 11 سپتامبر و لشکرکشی به افغانستان و عراق و کشتار و آوارگی میلیون ها نفر اتفاق نمی افتاد و به جای کشتن و به دریا انداختن یک متهم بدون محاکمه و اطلاع رسانی به مردم آمریکا و جهان، به جای این یک گروه مستقل حقیقتیاب امکان آگاهی عمومی از کیفیت حادثه و مجازات عاملان آن را فراهم می آورد. اگر از افراط‌گرایی و تروریسم برای پیشبرد سیاست ها استفاده نمی شد، اگر سلاح ها به قلم تبدیل می شد و هزینه های نظامی صرف رفاه و دوستی ملت ها می گردید، اگر بر طبل اختلافات قومی، مذهبی و نژادی کوبیده نمی شد و از وجود اختلافات و بزرگنمایی آن مقاصد سوء سیاسی و اقتصادی دنبال نمی شد، اگر به جای ژست دروغین آزادی خواهی و دادن فرصت برای توهین به مقدسات بشری و انبیاء الهی که پاکترین و مهربانترین انسانها و هدایای بزرگ خدا به بشریت هستند، حق انتقاد به سیاست‌های سلطه‌جویانه و اقدامات صهیونیسم جهانی به رسمیت شناخته می‌شد و شبکه‌های رسانه‌ای جهان مستقل و آزاد حقایق را منتشر می‌کردند. اگر شورای امنیت تحت سیطره چند دولت نبود و سازمان ملل می‌توانست عادلانه عمل کند، اگر نهادهای اقتصادی 8 و آخرین سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حملات به آمریکا، اسرائیل، جهان سرمایه‌داری، انتخابات در آمریکا، انتقاد از نظام جهانی و انعکاس آن در شورای امنیت و سازمان ملل متحد و با وعده ظهور مهدی موعود پایان گرفت. به رغم حضور علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هنگام سخنرانی پرزیدنت اوباما، دفتر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل در بیانیه‌ای حتی ساعتی پیش از سخنرانی احمدی نژاد با انتقاد از اینکه احمدی نژاد در چند روز گذشته به جای پرداختن به آرمان‌های مشروع مردم ایران مشغول پراکندن تئوری‌های جنون‌آمیز و تهمت‌های نفرت‌آور علیه اسرائیل است، ابراز تأسف کرده که در یوم کیپور تریبون سازمان ملل متحد در اختیار احمدی نژاد است و اعلام کرده از این رو هیئت آمریکایی در جلسه امروز شرکت نمی کند و نکرد. احمدی نژاد در صحبتش برخلاف دیگر رهبران جهان کوچکترین اشاره‌ای به اوضاع سوریه نکرد، اما در مصاحبه‌ای با رسانه‌های آمریکایی در برابر این پرسش که اگر دولت کنونی سوریه سقوط کند ایران بهترین دوست خود را در منطقه از دست داده است، پاسخ داد ایران با تمام کشورهای منطقه دوست بوده و امروز دوستان جدیدی نیز در منطقه پیدا کرده است. ایران نگران آن است که جنگ طایفه‌ای در سوریه به این زودی‌ها پایان نیافته و به کشورهای همسایه مثل ترکیه، اردن و دیگر کشورها تسری یابد. I call on the international community, especially the members of the Security Council,
and countries in the region. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد دیروز از جامعه جهانی به ویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه خواست از تلاش‌های اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه به شکلی قاطع و ملموس حمایت کنند و تاکید کرد باید خشونت‌ها در سوریه و رسیدن سلاح به دو طرف بحران را متوقف کنیم. باید تلاش کنیم که هر چه سریع‌تر انتقال سیاسی در این کشور صورت گیرد که خود سوری‌ها دستن در کار آن باشند. وان لنا سابقه مماثله حين تدخلت قوات الردع العربيه في لبنان في منتصف سبعينيات شيخ حمد بن خليفه آل ثانی امیر قطر هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت به دلیل ناکامی شورای امنیت سازمان ملل متحد در متوقف کردن جنگ داخلی در سوریه کشورهای عربی باید در این کشور مداخله کنند. The Iranian government continues to prop up a dictator in Damascus and supports terrorist groups abroad. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم ایران رو به کمک به بقای دیکتاتور در قدرت در سوریه متهم کرد و گفت وقت آن رسیده آنهایی که دشمنی با ایالات متحده، اسرائیل یا غرب را پایه اصلی سیاست خود قرار داده اند برکنار شوند. پرزیدنت اوباما که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد با اشاره به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت حکومت ایران همانطور که حقوق مردم خود را پایمال میکند از دیکتاتور دمشق هم حمایت میکند و سازمانهای تروریستی در خارج پشتیبانی میکند. hemos recibido por parte de la república islámica de irán 18 سال پس از انفجار مهیب و مرگبار در کانون همیاری یهودیان آرژانتین که برنامه‌ریزی آن به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نسبت داده شد، رئیس جمهوری آرژانتین روز سه‌شنبه در سازمان ملل گفت که ایران پیشنهاد داده است تا در این زمینه با آرژانتین گفتگو کند. کریستینا فرناندز کرشنر رئیس جمهوری آرژانتین اعلام کرد که مذاکرات اولیه در این خصوص در روزهای آینده در حاشیه مجمع عمومی و در سطح وزیران خارجه آرژانتین و ایران انجام می‌شود. از شما پرسیدیم کدام نهاد در پایان دادن به بحران سوریه نقش محوری ایفا خواهد کرد. همونطوری که می‌بینید در فیسبوک وفا کاربران گزینه شورای امنیت سازمان ملل متحد رو انتخاب کردن، گزینه‌های دیگه اتحادیه عرب، ناتو و کمیته چهار جانبه مصر، ایران، عربستان و ترکیه است. به فیسبوک وفاق برید و در این بحث و نظرسنجی امروز شرکت کنید. نگاه بیندازیم در هفت پرده به پیشینه شورای امنیت در رویکرد در برابر جنگ‌های منطقه‌ای. نادیده گرفتن تقاضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط صدام حسین برای عقب نشینی نظامی عراق از کویت. آغاز عملیات طوفان صحرا توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا. شدت گرفتن درگیری‌ها میان سربها و مسلمانان در بوسنی و کشته شدن صدها هزار نفر در طول جنگ. خبرگزاری یونایتد پرس: از زمان تشکیل سازمان ملل متحد دست کم 100 میلیون نفر در درگیری‌های مختلف کشته شده‌اند. سازمان ملل در جلوگیری از وقوع نسل‌کشی در دارفور یا خشونت‌ها در کنگو بیهودگی‌اش را ثابت کرد. سازمان ملل در جلوگیری از نسل‌کشی در سربرنیتسا کاملاً ناموفق بود. سازمان ملل متحد از دولت معمر قذافی خواست در راستای ارائه کمک‌های بشردوستانه اجازه دهد کارشناسان این سازمان به مناطق جنگی در لیبی دسترسی آزادانه داشته باشند. سازمان ملل متحد: به نظر می رسد ایران به سوریه سلاح ارسال می کند و از این رو تحریم های سازمان ملل را نقض می کند.
بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد: سوریه در اولویت دستور کاری من قرار دارد. پرداختن به سوریه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیش از سایر موضوعات ضرورت دارد. اخضر ابراهیمی، فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه: هنوز هیچ طرحی برای نجات سوریه در دست نیست. اصلاحات برای سوریه کافی نیست. کشور نیازمند تغییر است. خب، مهمانان امشب افق آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن، آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز، رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان، آقای حسین علیزاده، دیپلمات ارشد پیشین دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره و دیپلمات ارشد پیشین ایران در اروپا از هلسینکی فنلاند. درود به هر سه شما. به افق خوش آمدید. آقای نوری‌زاده، قبل از اینکه واکنش شما رو بشنویم به صحبت‌های آقای احمدی نژاد، دوست دارم بخش دیگری از صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو هم گوش بکنیم. اکنون این جانب به نمایندگی از اعضای جنبش عدم تعهد از همه کشورهای جهان دعوت می نمایم که در مسیر فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت مؤثر و دخالت جدی در تصمیم سازی های جهانی نقش فعالتری را بر عهده گیرند. ضرورت برداشتن موانع ساختاری و تسهیل در فرایند مشارکت همگانی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. سازمان ملل از کارایی لازم برخوردار نیست و ادامه این روند، یعنی کاهش امید به ساختار جهانی برای دفاع از حقوق ملت‌ها، می تواند تعامل بین المللی و روحی همکاری جمعی جهانی را به موازات نزول جایگاه سازمان ملل با خدشه اساسی مواجه سازد. سازمان ملل که با هدف توسعه عدالت و احقاق حقوق همگانی تأسیس شده است، در عمل خود گرفتار تبعیض شده و راه اعمال ظلم معدودی از کشورها را بر قاطبه جهانی گشوده و عملاً به ناکار آمدی خود دامن زده است. وجود امتیاز وتو و انحصار قدرت در شورای امنیت به تضییق در امکان اعمال حق و دفاع از حقوق ملت‌ها انجامیده است. موضوع اصلاح ساختار چنان که ذکرار رفت، نیاز مهمی است که بارها از سوی نمایندگان ملت‌ها بر آن تأکید شده اما به اجرا گذاشته نشده است. این جانب از اعضای محترم مجمع عمومی و از جناب آقای دبیر کل و همکارانشان مصرانه می‌خواهم تا موضوع اصلاحات را به شکل جدی در دستور کار قرار دهند و سازوکار مناسبی را برای عملیاتی کردن آن تعیین نمایند. آقای نوری‌زاده، من حرفی ندارم، واکنش شما رو پیشنهاد. با درود به شما، به میهمانان دکتر امیراحمدی، علیزاده عزیز و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. من یه معلمی هم کردم، به عنوان یک معلم انشا به آقای احمدی نژاد نمره بسیار پایینی میدادم، یعنی با توجه به جایگاه او، با توجه به اینکه ایشون سال پایانیش هست، آخرین باری است که در مقام رئیس جمهوری در سازمان ملل سخن میگه، بنابراین بود از نظر عقلانی که آقای احمدی نژاد با یک انسان آرامتر و پخته‌تر و معتدل‌تر روبرو بشیم، حداقل دگمه یقش رو بسته باشه و موقعی سخن گفتن منظم، منضبط و در چارچوب یک برنامه سخن بگه. آقای احمدی نژاد شعارهایی رو داد که بعضن خیلی عذر میخوام میگم واقعا تهوع برانگیزه. یعنی ایشون بحثی که راجب 11 سپتامبر کرد، همون حرفی که از دیرباز میزده که این یه توطئه خود آمریکا بوده و اینکه چرا جنایتکاری مثل بن لادن رو کشتن، ایشون انتظار داشت لابد بن لادن رو با سلام صلوات
امامزادهی میکردن مثل امامزادهی که آقایون در ایران درست میکنن که برن پای اون امامزاده گل بگذارن و تبدیل بشه به واقعا صدام حسین در عراق آرامگاهش داشتن تبدیلش میکردن به یه امامزاده. این اخلاق ما شرقی هم هست. ولی در مورد بن لادن آمریکا به نظر من بهترین کار رو کرد، از اینکه یک امامزاده درست بکنه و از فردا این زمینه بشه برای شانتاج و بازی هایی که القاعده و آقای زواهری و بقیه انجام میدن. ایشون اشاره کرد به اینکه به دنیایی دوست داره برسه که قلم جای سلاح رو بگیره. عجب، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی که دشمنی خود رو با قلم تا آنجا نشان داده که آقای خامنه‌ای در صدر دشمنان آل قلم قرار گرفته، رژیمی که همین پریروز جیمیل رو میبنده و جلوشو میگیره و گوگل رو جستجوگر گوگل رو جلوشو میگیره، صحبت از جابجایی سلاح و قلم میکنه. شگفت واعظان غیر متعز تا این حد صحبت از این میکند که انتقاد میکنه از غرب، از امریکا که تبعیض نژادی و مذهبی شگفت در کشوری که یک مسلمان سنی اجازه ندارد حتی به مقام معاونت یه وزارتخونه برسه، در کشوری که بهایی فرقی با حیوان نداره در اون کشور از نظر حکومتش، و در کشوری که انواع تبعیض‌ها به اقوام ایرانی میشه، عرب ایرانی به عنوان عرب اعدام میشه، بلوچ ایرانی اعدام میشه، تمام اقوام ایرانی و مذاهب ایرانی تحت فشارن، کرد ایرانی تحت فشاره، ایشون حق نداره از تبعیض در جهان سخن بگه. آقای نوریزاده عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. ببینید این انتقادی که ایشون به نظم جهانی و اونچه که در شورای امنیت و سازمان ملل متحد میگذره میکنه، ایشون حرف ایشون هم نیست، بسیاری از رهبران در همین یکی دو روز گذشته گفتن. آیا ایشون بد این رو عنوان میکنه؟ حرفش حرف درستی است؟ نه ببینید، شما یک حرفو هست، شما اولا باید ببینید این حرفو چه کسی میگه. آخه خیلی بد، یک وقت هست رئیس جمهوری هند یا نخست وزیر هند یا آفریقای جنوبی میاد صحبت میکنه که در این نظم باید تغییراتی داده بشه، حق وتو درست نیست که پنج کشور که از جمله دو تاشون دوستان صمیمی جمهوری اسلامی روسیه و چین و الان در ماجرای سوریه عامل اصلی ادامه یافتن این کشتار و جنایت همین روسیه و چین هستن. بنابراین آقای احمدی نژاد حرفی که میزنه ممکنه بخشش درست باشه، اما گفت از زبان او شنیدن نداره، این رو باید کسانی بگن. رئیس جمهوری آرژانتین این بانوی گرامی اگر میگفت خیلی خوب بود، رئیس جمهوری برزیل یا هند اگر میگفت یا نخست وزیر ژاپن پذیرفتنی بود، ولی نه از آقای احمدی نژاد که نماینده نظامی است که نه نظم جهانی رو میپذیره، نه قانون، نه میثاق جهانی حقوق بشر، نه در داخل کشور برای انسانها فرصت مساوی قائله. انسانها در ایران به درجات مختلف تبدیل میشن. بله. پیرو ولایت فقیه مطلقه انسان با تمام شرایط انسانی، اگر نباشه انسان نیست حتی اگه شیعه باشه. و سرانجام میخوام به آخرین جمله‌مو بگم اینجا اگر اجازه بدید. ایشون صحبتی که راجع به سلطه صهیونیسم و بازی های جهانی کرد، یکی از دلایل ادامه مصیبت فلسطینی ها حضور جمهوری اسلامی در پس پرده این بازی هاست. پولی که جمهوری اسلامی به حماس داد یکی از دلایلی است که باعث این انشقاق و جلوگیری از این شد که ابو مازن امروز کاملا با قدرت از جانب ملت فلسطین سخن بگه و اسرائیل مجبور باشه با این شریکش صلح بکنه. خب آقای امیر احمدی، بخش دیگری از صحبت‌های آقای احمدی نژاد بشنویم و بعد واکنش شما رو میشنویم. سازماندهی سیاسی در مراکز اصلی قدرت جهان بر پایه ادبیات سلطه و غلبه بر دیگران استوار است. این مراکز همه برای کسب قدرتند و نه برای ایجاد صلح و خدمت به مردم. آیا می شود باور کرد که عده‌ای برای خدمت به انسانها صدها میلیون دلار در تبلیغات انتخاباتی هزینه نمایند؟ به زعم احزاب بزرگ در کشورهای سرمایه‌داری جهانی هزینه های انتخاباتی در واقع یک نوع سرمایه گذاری محسوب می شود. مردم در این کشورها مجبور به انتخاب احزاب هستند، در حالی که احزاب درصد کمی از مردم را در عضویت خود دارند. اراده و نظر توده های مردم
از جمله در ایالات متحده آمریکا و اروپا در عرصه‌های مهم و مستمر تصمیم گیری، به خصوص در سیاست‌های اصلی داخلی و خارجی، کمترین تأثیر را دارد و فریاد آنان به جایی نمی‌رسد، حتی اگر 99% جامعه خود را تشکیل دهند. آقای امیر احمدی، شما سال‌هاست دارین تلاش می‌کنید برای کمک به ایجاد رابطه بین ایران و آمریکا. آقای احمدی نژاد با این حرفاش در آخرین حضورش در سازمان ملل کمک می‌کنه به این بحث، به این ارتباطی که خودش هم در یک دو روز گذشته صحبت کرد که وقت این رسیده که ایران و آمریکا به سمت هم حرکت بکنن. اعضای مجلس یه دبش انتقاد کردن که چرا این حرفا رو می‌زنی. نوبت منه؟ بفرمایید آقای امیر احمدی. بله، ببخشید، خیلی متشکرم. اولا خدمت ملت شریف ایران سلام دارم، برای آقای نوریزاده و آقای علیزاده هم سلام دارم، برای شما هم سلام دارم. مثل همیشه عرض کنم که اجازه بدید در چند تا نکته بگم. اولا که این کلیگویی در از طرف ما یه بیماری ملی هست. یادم شاه از لژیون خدمتگزاران بشر صحبت میکرد، آقای خاتمی از گفتگوی تمدن‌ها، حالا آقای احمدی‌نژاد از مدیریت جهانی، و هیچ کدوم از این سه نفر هم هیچ توفیقی نداشتن و نخواهند داشت. دلیلش هم خیلی ساده است، برای اینکه ما در ابتدای ترین سطح ملی خودمون این گفتگوها رو، این خدمتگزاری رو و این مدیریت رو نداریم. یعنی متاسفانه جدی نیستیم. آدم وقتی یه بحثی رو در سطح جهان مطرح میکنه، حداقل در سطح ملی باید بتونه اون رو حداقل به ملت خودش نشون بده. یه مشکل اساسیه. مشکل دوم اینه که من فکر میکنم آقای احمدی‌نژاد حرفاش در مورد اینکه سازمان ملل ساختار تصمیم گیریش درست نیست، درسته. یعنی این حرف درسته، اما نحوه ارائهش و نوع ارائهش اشتباه است. اگه ایشون واقعا میخواد این یه تصحیح در ساختار تصمیم گیری سازمان ملل اتفاق بیفته، باید این رو شعاری مطرح نکنه، این رو باید با نیروهایی که قدرت در سازمان ملل دارن مطرح کنه، با اینا بشینه، به یه توافقی برسه. و وگرنه با شعار در مجمع عمومی سازمان ملل هرگز هیچ چیزی اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. بنابراین من درک من، احساس من اینه که این یک بیشتر به صورت یک شعار و پروپاگاندا مطرحه تا یک به اصطلاح قصد واقعی برای تغییر این جریان. ببینید، امریکا الان، ایران با امریکا نمیتونه حرف بزنه، ایران با انگلستان نمیتونه حرف بزنه، با بیشتر کشورهای غربی مسئله داره. خب اینا همشون همین کشورهایی هستن که در واقع باید بشینن با هم این مدیریت تصمیم گیری سازمان ملل رو عوض کنن. حالا اونا که جا خودشون، ایران با مصر رابطه نداره، با عربستان رابطه خیلی بدی داره، با کشورهای دیگه تو منطقه، به همین دو آذربایجان اون برمون، به حال میخوام بگم حتی کشورهای اسلامی توشون هست، این هم کشورهای اسلامی هست، تو غرب هست، تو غیر اسلامی. به حال ایران باید تصمیم بگیره که این اول سیاست خارجی خودش رو یه نظمی بهش بده، اینو تصحیحش کنه، بعد تا بتونه بره در سطح وسیع‌تری سیاست‌های جهانی رو روش اثر بذاره. نکته آخری که در همین رابطه میخوام بگم اینه که من خیلی تأسف خوردم که آقای احمدی‌نژاد واقعا دخالت در امور سیاسی داخلی امریکا میکنه. یعنی این بحث نمیدونم چقدر شما پول خرج کردید برای انتخابات رو دارید خرج میکنید، این جز مسائل داخلی، امور داخلی امریکاست. دخالت در امور داخلی امریکا کار اشتباهیه. این فقط به امریکا این چیز میده، به اصطلاح این بهانه رو میده، یا حداقل این امتیاز بهش میده که برگرده و در امور داخلی ایران هم دخالت کنه. اصولا دخالت در امور داخلی کشورها در حتی در چارچوب چارتر سازمان ملل هم ممنوعه. یعنی ایشون نمیتونه از محیط سازمان ملل استفاده کنه و دخالت در امور داخلی امریکا بکنه. و حتی اگه امریکا هم در امور داخلی ایران داره دخالت میکنه، که داره میکنه متاسفانه، باید این مقابله به مصر خارج از چارچوب سازمان ملل باشه، برای اینکه اونجا جایی نیست که این اتفاقات بیفته. آقای امیر احمدی، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. این حرفی که ایشون میزنه در مورد احزاب، اینکه ایشون میگه مردم در این کشورها مجبور به انتخاب احزاب هستن، در حالی که احزاب درصد کمی از مردم را در عضویت خود دارن. شما که در آمریکا سالها زندگی میکنید، شما هم همین برداشت آقای احمدی نژاد دارین در مورد نقش احزاب، با توجه به اینکه در ایران هم برشکی قابل بحث است که احزاب در ایران چه جایگاهی دارن؟
بله عرض کنم که خب حرفشون اشتباه است. من 40 سال توی امریکا، اینجا دو تا حزب بسیار قدرتمند داره، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، اینا بخش وسیعی از جامعه رای دهنده امریکا رو در اون خودشون دارن. البته خب در هیچ جای دنیا همه ملت در بین احزاب تقسیم نمیشن، بنابراین ولی ملتی که حتی عضو حزب نیستن در چارچوب پلتفرم های حزبی سازمان پیدا میکنن توی انتخابات و جاهای دیگه. مثلا خود بنده جز هیچ حزبی نیستم، ولی از طریق یه حزب خاصی وقتی که میخوام نماینده انتخاب بشه میدم رأی میدم. متاسفانه ما یه مشکلی هم که توی ایران داریم اینه که ما به اصطلاح کشورهای خارجی رو در واقع آینه ایران میبینیم، یعنی در واقع با عکس آینه رو نگاه میکنیم، یعنی اون چیزی که تو ایران اتفاق میفته رو میگیم، عینا همون رو میگیم تو امریکا هم داره اتفاق میفته. تو ایران متاسفانه حزب بازی هیچ وقت روش نکرد، هیچ وقت عرض کنم که مهم نشد، عمده نشد. ما به عنوان توده های بیشکل در پروسه های سیاسی ایران حضور پیدا میکنیم، به خب نتیجهش میبینیم همون میشه که تا الان شده. بنابراین اون هم به نظر من کار اشتباهیه و اصولا این کار اشتباه است که شما در اینجور موارد وارد یک میدونی بشی که میدون شما نیست. آقای احمدی نژاد توی سازمان ملل باید در چارچوب منافع ملی ایران و اینکه برای این کشور، برای این ملت در این مقطع مشخص چه چیزی خوبه و چه چیزی نیست، اون که خوبه سر اون تاکید بذاره، با اون کار کنه و بیاد منافع این ملت رو به اکثریت برسونه، نه اینکه بیاد دل خودش رو خالی کنه و به اصطلاح چارت بدبیرا بین اون بگه و برگرده خونه. و این خب. هیچ نتیجه‌ای تا الان در این 8 سال گذشته که آقای احمدی‌نژاد اومده امریکا همه این حرفا رو زده و در این 8 سال مرتب عقب رفته در واقع در چارچوب حفظ منافع ملی. آقای امیر احمدی یه سوال کوتاه اگه میشه جواب بدید، برای اینکه میخوام نظر آقای علیزاده رو بشنویم، فقط این خیلی پاسخ کوتاه بفهم، شما این سفر ایشون تلاش کردید یا اصلا قصد داشتید با آقای احمدی‌نژاد ملاقات بکنید مثل دفعات قبل که ایشون آمده بود؟ نه خیر. بسیار خوب. ایشون نه ملاقات کردم و نه سعی کردم و نه شاید اونا هم حتی سعی نکردن. بسیار خوب. بنابراین نیش به قول خودمون دل به دل راه داره. بسیار خوب. آقای علیزاده یه بخش دیگر از صحبت آقای احمدی نژاد رو بشنویم و بعدم واکنش شما رو. او وعده داده است که مردی از جنس مهربانی، عاشق مردم و عدالت گستر مطلق و انسان کامل، حضرت مهدی علیه السلام به همراه حضرت مسیح علیه السلام و صالحان می آیند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت‌ها، تأکید می‌کنم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت‌ها، جامعه بشری را در رسیدن به آرمان‌های باشکوه و جاودانش راهبری خواهد کرد. ظهور منجی، آغازی دیگر، تولد دوباره و زنده شدن مجدد است. آغاز استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی واقعی است. آمدن او پایان ظلم، بداخلاقی، فقر، تبعیض و آغاز عدالت و عشق و همدلی است. او می آید تا دوران شکوفایی حقیقی انسان و نشاط و شادمانی واقعی و پایدار آغاز شود. او می آید تا با زدودن پرده های جهل، خرافه و تعصب و گشودن دروازه های علم و آگاهی، دنیایی سرشار از دانایی برپا کند و زمینه مشارکت فعال و سازنده همگانی را در مدیریت جهانی فراهم سازد. آقای علیزاده به نظر میومد آقای احمدی‌نژاد تلاش میکرد به نمایندگی از جنبش غیر متعهدها صحبت بکنه، خودشو فراتر از رئیس جمهور ایران به نظر میومد در این سخنرانی نشان میداد. به نظر شما مخاطب این حرفا، این مشخصا این بخش از صحبت ایشون چه کسی است، چه گروهی است و جامعه جهانی چه برداشتی میکنه از این حرفا؟ ابتدا سلام دارم خدمت شما میهمانان گرامی و بینندگان عزیز این برنامه. به یاد دارم که در سالهای نخست سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک که سر و صداهای به مراتب بیش از امسال حاکم بود در رسانه‌های جهان، عده‌ای از دانشجویان برجسته دانشگاه کلمبیا که خودتون میدونید چه دانشگاه مهمی هستش و تأثیر
گذار در سیاست خارجی امریکا به همراه استادشون به یک دیدار تقریبا خصوصی با احمدی نژاد رفته بودن. پس از این ملاقات از یکی از دانشجوها سوالی پرسیدن که پاسخ پرسش شماست. گفتن که حالا شما برای چه آدمی دانشجوی دانشگاه کلمبیا در چی آمدید پای صحبتی هم چه آدمی بنشینید؟ گفت استاد ما به ما توصیه کرد که حتما این جلسه را از دست ندیم تا در یک آزمایشگاه علنی به ما نشان بدهد که چگونه انسانی در قرن 21 در جهانی تخیلی و یوتوپیایی قرن 15 مثلا داره زندگی میکنه و به عنوان یک رهبر یک کشور مهم جهان، کشور باستانی میتوانه بیاد و این حرفا رو در قرن 21 بزنه و اون هم نه به عنوان یک انسان عادی، پشت تریبون سازمان ملل. یک کلاس آموزشی بسیار خوبی برای ما بود که مکتب ایدئالیزم یا آرمانگرایی رو ببینیم متجلی در یک انسان یوتوپیایی، یک انسانی که دونکیشوتوار به جنگ با آسیاب میره. و این مخاطبان این صحبت که کسی نبود جز فکر میکنم همون هیئت ایرانی که اونجا بود. اگر اجازه به من بدید جناب دهقانپور، من چند تا نکته بسیار مهم و در باره صحبت امروز میخوام هایلایت کنم، خیلی سریع بهشون اشاره کنم. کوتاه اگه بفرمایید. نکته اول این که بنابر اطلاعاتی که دریافت کردم و بنابر اخباری هم که شما در جراید ایران اگر ردیابی کنید، آقای احمدی نژاد امسال موظف شده بود که فتیله صحبتاشو پایین بکشه. همه ناظرانی که صحبت امروز آقای احمدی نژاد روش تحلیل کردن همه گفتن که صحبت امسالش به مراتب ملایمتر از سالهای قبل بودش. این خبر موثق هستش و از دفتر رهبری به ایشون توصیه کرده بودن که این کار انجام نشه به چند دلیل. یک، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عنقریب اتفاق میفته، طبیعتاً آقای اوباما بایستی تا اونجایی که میتونه زهر طرف رقیب خودش رو بگیره و بنابراین میتونه فشارهای زیادی رو انجام بده. منطقه خلیج فارس مانورهای اخیری که انجام دادن 20 کشور بسیار تحریک آمیز شده، احتمال هر گونه حادثه ای هستش. نکته دیگر این که سال آخر آقای احمدی نژاد بوده و بنابراین توصیه هایی کردن که ایشون فقط یک سفر سیاحتی زیارتی به اونجا، همونطور که مثلا به فلان استان فلان دهکوره میرفته، آمده حالا این دفعه نیویورک با اون اعوان انصار خودش. جناب دهقانپور، نکته مهم دیگری که معطوف به صحبت آقای دکتر امیر احمدی که گفتن دل به دل راه داره و ایشون تقاضای ملاقات نکردن، اونجا هم تقاضای ملاقات نکردن، جالبه که شما به سایت ریاست جمهوری مراجعه کنید. در سایت ریاست جمهوری طی 3 حضور یک رهبری هم که امروز رئیس سازمان عدم تعهد هستش، فقط ملاقات با سران 3 کشور کمر، بولیوی و سنت وینسنت کرده. هیچ ملاقات دیگری دو جانبه انجام نشده غیر از ملاقات با دبیر کل که یک ملاقات دو جانبه بین دو کشور محسوب نمیشه. این هم ملاحظه دوم که در طی 3 یک شخصی که این همه اظهاراتی میکنه، دنیا رو به چالش میکشه، یعنی در حد اینکه کشورهای عرب همسایه، کشورهای مسلمان آن هم باهاشون بخواد با ایشون ملاقات بکنن، ملاقات انجام نپذیرفته. یعنی شما ببینید که این فرد چگونه متنفر شده، مورد تنفر واقع شده در سطح بین المللی که هیچ کدوم از این کشورها توش باهاش ملاقات تا امروز نکردن. حالا چات که دو تا بیش از این در همین سطح انجام بشه. نکته آخری که میخوام بگم و صحبتم رو کوتاه کنم این که برای اینکه یک تحلیل محتوایی از سخنان آقای احمدی نژاد انجام بدیم، یک روشی متداول هستش که به اصطلاح اون
کلید واژگانی رو آدم بایستی در سخنرانی بره و بگرده ببینه چه کلید واژگانی بسیار تکرار شده و چه کلید واژگانی به تکرار نشده. طول سخنرانی مفصل آقای احمدی نژاد یک مرتبه کلمه دموکراسی استفاده نشده، یک مرتبه کلمه توسعه پایدار sustainable development که حالا توسعه اجتماعی انسانی مباحث متعددی هستش یک بار استفاده نشده. یعنی سازمان ملل بستر این گونه و صحبت ها هستش، بحث دموکراسی، بحث توسعه پایدار، واژه حقوق بشر حتی یک بار استفاده نشده. و از همه برای من جالب تر این هستش که در جمهوری اسلامی ادعا بر این هست که تحولات منطقه چیزی است به نام بیداری اسلامی ملهم از انقلاب 57. گوش فلک رو کر کردن و میدونید که یک سازمانی هم تشکیل دادن به مدیریت آقای دکتر ولایتی به عنوان بنیاد نمیدونم بیداری اسلامی و خلاصه کنفرانس هایی هم میگذارن. در طول سخنرانی بهار عربی رو که ایشون به کار نبرده هیچ، حتی بیداری اسلامی رو هم یک بار به زبان نیاورده. ببینید طبیعی است آن وقت ایشون بایستی واژه پردازی کنه و مهدی موعود رو بیاره و عیسی مسیح رو مثال بزنه، همین وقت تلف کردن و به گمان من این سخنرانی نشانی بود بر رنگ باختن احمدی نژاد، احمدی نژادیزم و رنگ باختن جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل. بسیار عالی. آقای نوریزاده ایشون جملاتش و سخنرانیش رو با این زنده باد بهار آغاز کرد. من نمیدونم حالا این بهار اشارش به اون بهار عرب بود یا نه، ولی چقدر به نظر شما مهم هست که کوچکترین اشاره‌ای به سوریه نمیشه؟ بعد در اون مصاحبه که با رسانه‌ها کرده ابتدا من یک اشاره بهش کردم، ایشون میگه اسلحه رو دوستان دیگره سوریه میفرستن، یکی گفت کشورهای دیگه هستن که قبل از ایران این کار رو میکنن و بعدم صحبت از این کرد که ما دوستان تازه، دوستان جدیدی داریم در منطقه. فکر میکنید که ایشون به شکلی داره فاصله ایران رو فاصله میده از دولت بشار اسد؟ خیر، اولا اجازه بدید من دو نکترم اضافه کنم به حرفای آقای علیزاده و همون اشاره‌ای که آقای احمدی نژاد به مسئله ظهور میکرد. آقای احمدی نژاد در هیئت روزخانی بسیار پایین، سطح پایین که حتی ترکیبای مذهبی رو که به کار می برد بسیار سطح پایین بود. یعنی اگر مثلا فلسفی جاییشون نشسته بود راجب ظهور حرف می زد بسیار دلپذیرتر بود. ایشون یک مخاطب داشت، آقای سید علی خامنه‌ای که آقایون خطابش میکنن ولی امر مسلمانان جهان، اما در حوزه خیابان آذربایجان هم ایشون اتباعی نداره. بنابراین میخوام بگم آقای احمدی نژاد فقط برای رضایت مقام معظم رهبری بود که اینقدر امام زمان امام زمان کرد و بعد هیچ روایتی نه در تشیع نه در تسنن وجود ندارد که امام زمان با عیسی مسیح با هم خواهند اومد. امام زمان با 212 نفر میاد، قبلش هم دجال قراره مطابق داستانهای خودشون. بنابراین ربط به مسیح دادن و از این خوشمزگی ها در سازمان ملل افرادی مثل ایدی امین و قذافی و اینا پیش از ایشون از این خوشمزگی ها کردن در ابعاد مختلف. اما اینکه آقای احمدی نژاد به مسائل اساسی نپرداخت که آقای علیزاده بهش اشاره کرد، آقای احمدی نژاد از واژگانی مثل حاکمیت ملی، آزادی، دموکراسی اینا وحشت داره، حقوق بشر وحشت داره، چون آوردن این کلام به زبان یعنی ارتکاب گناه کبیره در بازگشت به ایران. پس ایشون باید آنچه را که میگوید مورد رضایت مقام معظم رهبری باشه و در چارچوب واژگان و ادبیات ایشون. بنابراین مرتب دشمن، مرتب صهیونیسم، مرتب استکبار، مرتب دشمن دشمن دشمن. و آقای احمدی نژاد هم در سال پایانی دچار این مشکل شده. خدا انسان و گرگ یابون بکنه، احمدی نژاد در سال آخر ریاست جمهوری نکنه، چون دیگه هیچ کی علاقمند به دیدار باهاش نیست، روزنامه نگارا هم زیاد توجه ندارن. فقط ایشون یه خوراکی فراهم کرد برای لیت نایت شوهای امریکا برای یه دو سه هفته، اینا برنامه خوراک خوشمزه‌ای دارن برای این. در رابطه با سوریه آقای احمدی نژاد، دولت جمهوری اسلامی بخشی از مشکله. ایشون میگه دیگران اسلحه میدن، همه ما شاهدیم
ارتش آزاد سوریه و نیروهای انقلابی با چی دارن می جنگن؟ کلاشنیکوف حد اکثر یه سام هفتم چند تا گیرشون اومده که یه هلیکوپتر انداختن. آقای نوری‌زاده عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، ایشون وقتی میپرسن میگن شما ایران اسلحه میده، میگه کشورهای دیگری هستن که قبل از ایران به بشار اسد اسلحه بدن، یعنی بحثش بر سر مخالفه نیست، یعنی آیا داره صراحتا میگه مسکو داره در واقع اسلحه میده به جای؟ نخیر، هم مسکو میده ولی مسکو تفنگهایی با لیزر که شب میتونه به عنوان قناص از بالای ساختمون مردم بکشن، اونو مسکو نده، اونو جمهوری اسلامی داده. جمهوری اسلامی از نظر لوجستیک این هواپیماهای ایرانی از فراز عراق، هفته گذشته 26 هواپیمای ایرانی از روی عراق رفته به سوریه، چند تا از اینا اسلحه بردن الله اعلم، لابد امریکا و کشورهای بزرگ میدونن که فشار بر مالکی میارن. جمهوری اسلامی در سوریه حضور بسیار گسترده داره، هر جنایتی در سوریه میشه، یکی از فرماندهان ارتش آزاد چند شب پیش در یه برنامه تلویزیون عربی ایشون و بنده و یه نفر دیگه بودیم، ایشون مدرک در آورد نشون داد، حتی بی سیمایی که رد و بدل میشه، صحبت هایی که میکنن اینا ضبط کردن. افراد سپاه پاسداران، سپاه قدس از نظر کار اطلاعاتی و کار آموزشی، ولی افراد سپاه پاسداران از لشکر محمد رسول الله، از نیروهای ویژه سپاه، از سپاه ولی امر حضور دارن در سوریه و دارن آدم میکشن. بنابراین آقای احمدی نژاد وقتی برمیگرده میگه در حاشیه اینجا تو مصاحبهش ما میشینیم و یه راه حل پیدا میکنیم، یا آقای محمد مرسی آرزو میکنن که جمهوری اسلامی نقشی داشته باشه، نمیشود. من قبلا هم گفتم برای آقای خامنه‌ای بشار اسد نصفی از رژیمشه. از دست دادن اسد یعنی از دست دادن لبنان، حزب الله، یعنی دیگه در برابر اسرائیل و آمریکا نمیتونن از برگه حزب الله و حماس و جهاد استفاده کنن. آقای نوری‌زاده، این صحبتی که امیر قطر کرده بود در مورد مداخله نظامی اعراب اتحادیه عرب، فکر میکنید که چقدر اهمیت داره؟ ببینید، امروز بعد از ظهر، امروز در همون سازمان ملل، وزرای خارجه عرب یه ملاقاتی داشتن با وزرای خارجه کشورهای بزرگ. این خیلی مسئله مهمیه. امیر قطر نگفت مداخله نظامی به منزله نظامی، بریم ارتش بفرستیم. اشاره کرد به نیروهای بازدارنده عربی که خود سوریه‌ها رکن اصلیش بودن، بعدن هم فقط خودشون بودن با امارات و یکی دو کشور دیگه، به لبنان رفتن در 76 که بتونن در لبنان پاسدار صلح باشن. امیر قطر میگه یه همچین نیروی درست بشه که کارش جنگیدن نباشه، منطقه آزادی ایجاد بکنن که پناهندگان سوری بتونن برن و ارتش سوریه نتونه بزنه. به نظرم با آنچه که رئیس جمهوری فرانسه در نظر داره و امیر قطر قبلا باش دیدار کرده، در این اجلاس ما شاهد پخته شدن طرح منطقه پرواز ممنوع یا منطقه حفاظت شده در سوریه باشیم، مداخله در همین حد، ولی بیش از این تصور نمی کنم این آمادگی وجود داشته، چون مصر مخالفه، عراق و لبنان هم موضع بی‌طرفانه گرفتن، بنابراین نمیشه در سوریه نیروی نظامی وارد کرد. اگر عراق و اردن هم چندان مایل نیست، یا سوریه موافقت یا لبنان موافق نباشه. بسیار خب. آقای امیر احمدی، آقای نوری‌زاده گفتن که ایران خودشو دور نمیکنه از دولت بشار اسد، ولی خب ایشون خیلی از حقوق فلسطینیان، از خیلی کشورهای دیگه دفاع میکنه در این سخنرانیش، هیچ کلامی از سوریه مطرح نمیشه. در این حال امروز هم اخبار شنیدیم، خبرنگار پرس تیوی کشته شده اونجا در سوریه، و خود ایران این کمیته مشترک ایران، مصر، عربستان و ترکیه رو پیشنهاد کرده. فکر میکنید که چرا یک کلمه ایشون از سوریه صحبت نمیکنه؟ خب برای اینکه اگه صحبت بکنه باید بازش کنه و بگه که ایران چجوری داره با این جریان برخورد میکنه. اولا در تهران بین آقای احمدی نژاد و فکر میکنم بیت رهبری سر این جریان توافقی نیست. بعدش مشکل دیگه هم که هست اینه که به هر حال ایران در سوریه درگیره، این که ما تو سوریه کاری نداریم که این که نیست. ایران الان 32 ساله در سوریه درگیره و سوریه برای ایران یکی از مهمترین عوامل و فاکتورهای استراتژیک ایران بوده، یعنی عمق استراتژیک، عمق راهبردی به اصطلاح ایران در منطقه، اون نقطه اصلیش
سوریه بوده و از طریق سوریه به حزب الله و جاهای دیگه. ببینید واقعیت اینه که جمهوری اسلامی داره هزینه یک سیاست خارجی رو میپردازه که از روز اول انقلاب شکل گرفت. از اول انقلاب این فکر به وجود اومد که ابرقدرت ها و مخصوصا امریکا دشمن این انقلابه و با این انقلاب هرگز کنار نمیاد، به اونو از بین میبره. در چارچوب این تفکر جمهوری اسلامی سیاست خارجیش از همون روز اول رفت روی سرش به جای اینکه روی پاش بیسته و این جوری شد که اولویت های حکومت اسلامی شد کشورهای مسلمان همسایه منطقه برا منطقه و بالاخره برا آبها. یعنی با این فکر مثلا کشورهایی که تو منطقه هستن و مسلمونن ارجحیت داشتن به کشورهایی که تو منطقه هستن مسلمون نیستن و بعد کشورهایی تو منطقه کم وسیع‌تر بعد اروپا بالاخره وقتی که به امریکا میرسید دیگه چیزی توش نمونده بود. خب این سیاست رو سرشه، سیاست ناموفقی بود برای به دلایل خیلی زیادی، من جمله این که خب این ابرقدرت ها امریکا بود کشورهای دیگه در منطقه نفوذ داشتن، روی مسلمان ها نفوذ داشتن، روی همسایان نفوذ داشتن، حتی یک شیرا انداختن جون ایران و جنگید 8 سال باش، بقیه هم از همون مدت تا الان به هر حال به دلایل مختلف درگیر کردن با ایران. تصادفا همین الان که داریم صحبت میکنیم اکثر کشورهایی که تو منطقه هستن به این واقعیتیه مسلمانای منطقه غیر از چندتایی با جمهوری اسلامی اصلا میونه خوبی ندارن و کشورهای همسایه هم مشکل دارن. خب اروپا هم که داره یواش یواش حتی بدتر میشه، به امریکا هم جا خودش داره. بنابراین یه سیاست، حالا بر اساس این سیاست خارجی جمهوری اسلامی اومد یه به اصطلاح چیز دیگه هم به این سیاست خارجی اضافه کرد و اون گفت که من چون امریکا و کشورهای دیگه که خارج منطقه هستن و میخوان اسلام رو از بین ببرن، بنابراین جمهوری اسلامی باید یک عمق استراتژیک به وجود بیاره. عمق استراتژیک معناش این بود که مرزهای خودش رو یک کاری بکنه که کسی نتونه بیاد تو و بنابراین دعواهاش رو با این کشورها مثلا با امریکا و کسانی دیگه مثلا اسرائیل خارج از مرزهای خودش انجام بده. برای اینکه این کار رو انجام بده رفت با یه سری نیروهایی که به اصطلاح دشمن مثلا امریکا و اسرائیل و کشورهای دیگه بودن یا حداقل با اینا دوست نبودن، شروع کرد به دوستی و نزدیکی و حمایت کردن از اینا و اینا و بالاخره رفت به طرف حزب الله و حماس و بالاخره کشورهای مثل اوایل لیبی بود، بعد فرض کنیم که سوریه بود و این از نرفا، بعد یواش یواش این جریان به اینجا رسید که به هر حال توی منطقه یه سپاه به وجود اومد به نام سپاه قدس که این کارا رو انجام بده و این باعث درگیری شد با بقیه کشورهای منطقه که اینا دوست نداشتن، مثل عربستان، مثل امارات و غیره و اینا. به هر حال متاسفانه از همون اول این سیاست که روی سرش بود وارد یه میدونی شد که اشتباه بود، یعنی با یه فرضی این پیش رفت و بعد اون فرض باعث شد که یه سری حرکت‌ها و تصمیمات و سیاست‌های مطرح بشه که الان می‌بینیم دارن متاسفانه داره برای جمهوری اسلامی زیان‌آور میشن. آقای امیراحمدی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، بین این گزینه‌هایی که ما گذاشته بودیم در واقع در فیسبوک افق، اگر بخواید یکی رو انتخاب بکنید خیلی کوتاه بفرمایید. گفتیم اگر مشکل سوریه بخواد حل بشه توسط کدام نهاد، شورای امنیت، ناتو، اتحادیه عرب و یا کشور اون کمیته که گفتیم ایران و ترکیه و اینا درش هستن و مصر، فکر میکنید که کدومی که از اینها نقش مهمی بازی خواهند کرد در حل بحران سوریه؟ من فکر کنم اتحادیه عرب به اضافه این ایران، اتحادیه عرب به اضافه ایران، برای اینکه ایران اونجا نقش مهمی داره. اتحادیه عرب هم خب یه کشور عربیه. سازمان ملل فکر کنم بیشتر در چارچوب خیلی وسیع و ناظر و میانجی به معنای خیلی وسیع میتونه وارد این بدون بشه، اما واقعیت در عمل رو زمین کشورهای منطقه مخصوصا عربی منطقه منظورمه و ایران، البته ترکیه هم اینجا نقش مهمی داشته به نام ترکیه و ایران به اضافه کشورهای عربی که واقعا تو این جریان حرفی دارن، به نظر من میتونن به یه نتیجه منطقی برسن. متاسفانه اگه اینا نتونن به یه نتیجه برسن و این دعوا توی سوریه در تحلیل نهایی حتما به یه دعوای وسیع‌تری منتهی میشه، یعنی
حتما نمیشه اینجوری فکر کرد که دولت اسد این بحران را پشت سر میگذرونه و برمیگرده به همون جایی که بوده. بله. تقریبا غیر ممکنه و دیگه اسد به اون جایی که بود بر نمیتونه بگرده، اصلا این غیر ممکن شده. بنابراین یه مسیر دیگه ای باید پیدا بشه که اون مسیر ممکنه طرفدارای اسد رو هم درون خودش داشته باشه، ولی نمیتونه همون نظامی باشه که اسد داشت. بسیار خوب. آقای علیزاده، آقای احمدی نژاد شنیدید گفتش که ما با سوال شده بود که اگر دولت اسد سقوط بکنه ایران دوستش رو در منطقه، مهمترین دوستش رو از دست خواهد داد. گفتش که ما دوستان جدیدی در منطقه داریم. آقای محمد مرسی همین دقایق پیش صحبتاش در سازمان ملل در مجمع عمومی تموم شد. آیا فکر میکنید آقای مرسی دوست جدید جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؟ اگر در مورد سوریه مطلبی دارید کوتاه بفرمایید. مطلقاً آقای مرسی دوست جدید آقای احمدی جمهوری اسلامی نخواهد بود. چه دلیلی برجسته تر از رفتار توهین، رفتار حکمت آموز آقای مرسی در تهران که در واقع توهینی کرد به رهبر جمهوری اسلامی هنگامی که فقط برای 4 ساعت به تهران سفر کرد و اون هم فقط به منظور اینکه به طور فرمالیته ریاست نم رو واگذار بکنه به طرف ایرانی. آقای به قول یکی از دوستان من گفت که آقای مرسی در تهران حتی یک لقمه غذا نخورد، حتی یک جرعه آب اونجا نخوردش. ببینید یعنی در رسوم متعارف اینکه دو انسان با همدیگه ولو که خیلی بد باشن منزل همدیگه میرن یه چای جلوش میگذارن که مثلا یه احترامی بکنن و اگر اون چای رو نخوره چه معنی میده؟ 4 ساعت آقای مرسی که به ادعای جمهوری اسلامی برخواسته از بیداری اسلامی سال 57 حاضر نشد ملاقات بکنه با ولی امر مسلمین جهان. آقای نه تنها ایشون، عباس رهبر فلسطینی ها ملاقات نکرد، چون آقای احمدی نژاد که سینه چاک میکنه برای فلسطین، رهبر فلسطین در تهران حاضر به ملاقات با آقای سید علی خامنه ای نشد. به هیچ وجه جمهوری اسلامی چگونه مگه یافتن دوست، آیا یافتن شریک استراتژیک، مگه کار یک شب و دو شب هستش که شق القمر بشه؟ برای در کشورها در یک پروسه طولانی از هم نزدیک به هم نزدیک از هم دور میشن. تنها دوست جمهوری اسلامی شاید هنوز ونزوئلا باشه، اون هم در اون ور آبها. اما در خصوص مسئله سوریه که قسمت دیگه پرسش شما بود جناب دهقانپور، من میخوام به نکته اشاره کنم. ببینید جمهوری اسلامی و سوریه در منطقه خاورمیانه یک زوج همفضا هستند، یک زوجی که اصطلاحاً سینرژی به هم میدن، به هم همفضایی میکنن، یعنی این دیگری رو تقویت میکنه و دیگری این رو تقویت میکنه، یک حالت به اصطلاح حالت الکلنگی نیست که یکی بالا بره دیگری پایین بیاد و دیگری بالا بره این یکی پایین بیادش، یک زوج همفضا هستن. پس بنابراین اگر هر یک از اینها در حالی که بخواهم به هم قدرت بدهن، هم دیگر رو افزایش نیرو بدهن، با هم جلو میرند، اگر هم صورت مسئله معکوس بشه و اینها کاهش قدرت پیدا بکنن، به دیگری هم انتقال پیدا میکنه. این فرضی که خواستم در ابتدا بگم. حالا من معطوف به پرسش برنامه شما که 4 تا گزینه گذاشتید، هر 4 تای اونها رو آنها رد میکنم، گزینه 5می رو میخوام، اعتقاد دارم که برای حل بحران سوریه وجود داره. حل بحران سوریه در درون سازمان ملل هست، اما نه در شورای امنیت، چون به دلیل اینکه دیدیم شورای امنیت عملا فلج شده به دلیل وتوهایی که روسیه و چین کردن. اما آیا انتهای کار هستش؟ به هیچ وجه. هنوز ظرفیت های بسیاری، کسانی که با سازوکار
سازمان ملل آشنایی دارن میدانن که هنوز ظرفیت های بسیاری در سازمان ملل وجود داره. مثلا یکی از راه ها تعلیق عضویت عضوی است که مخرب صلح و امنیت بین المللی است. یکی از راه هایی که در منشور سازمان ملل تصریح بهش شده، اگر فرضاً روزی برسه که عضویت سوریه در سازمان ملل تعلیق بشه، کما اینکه در سازمان کنفرانس اسلامی تعلیق شد، کما اینکه در اتحادیه عرب تعلیق شد، با رأی بالا تعلیق شد، اگر در سازمان ملل هم تعلیق بشه، اون مسئله همافزایی پیش میادش که آنگاه که سوریه عضویت خودشو در سازمان ملل از دست بده و جمهوری اسلامی دیگر رکن هم استراتژیک خودش هم تأثیر منفی خواهد گذاشتش. راهکار دیگه ای که مایلم در اینجا مطرح کنم، به دلیل اینکه چندی پیش در یک رایزنی که مطرح شدش من این پیشنهاد رو دادم، خیلی مناسب میدونم که اینجا در صدای آمریکا هم مطرح بکنم، چه بسا صاحب نظرانی این رأی رو صائب بدونن و قابل پیگیری باشه. یکی از راهکارهایی که در بطن سازمان ملل وجود داره راهی هستش که تحت عنوان قطعنامه‌ای هستش به نام قطعنامه اتحاد برای صلح، Uniting for Peace. این یک قطعنامه‌ای هست که یه مقدار سابقه‌اش رو باید باز کنم. در سال 1950 وقتی که درگیری‌های کره بود و مشکل منتقل شد به شورای امنیت و وتوهای مکرر اتحاد جماهیر شوروی سابق فلج کرده بود شورای امنیت رو از مداخله در بحران کره، یک کار بسیار جالبی اتفاق افتاد. اتفاقا بانی این قطعنامه هم خود ایالات متحده بوده و خیلی جالبه که آقای احمدی نژاد بگیم که شما که اینقدر انتقاد داری میکنی از حق وتو، ببین خود ایالات متحده در قطعنامه 377 بخشی از اختیارات شورای امنیت رو و منتقل کرد به مجمع عمومی. بر اساس قطعنامه 377 اتحاد برای صلح، مجمع عمومی موظف شده است، یعنی این ظرفیت رو دارد که در صورت عاجز شدن و ناتوانمند بودن شورای امنیت از انجام وظایف محوله، یعنی صلح و تأمین صلح و امنیت بین الملل، این مسئله از شورای امنیت منتقل بشه به مجمع عمومی، قطعنامه اتحاد برای صلح، که در اونجا جالبترین و مهمترین نکته هم در این هستش که شورای مجمع عمومی میتواند از همه راهکارها از جمله اقدام نظامی برای رفع خطری که میتواند صلح و امنیت بین المللی رو به تهدید بیاندازه استفاده بکنه. ظرفیت بسیار زیادی در مجمع عمومی وجود داره. پس بنابراین به هر دلیلی به یکی از این دو رکنی که به هم دیگه سینرژی میدهن، هم افزایی میدهن، ضربه ای وارد بشود، اون دیگری هم آسیب خواهد دید. آقای علیزاده خیلی سپاسگزارم، حتی خیلی روشن کردید، چون وقتمون هم خیلی محدود هست. من میخوام یک دقیقه خورده وقت داریم واکنش آقای نوریزاده رو بشنویم به بحث مرسی و اون نقشی که الان محمد مرسی داره بازی میکنه. در رسانه‌های آقای نوریزاده خیلی صحبت شده الان در رسانه‌های غربی از محمد مرسی پیش از احمدی نژاد و دیگر رهبران اسم میارن. وقت کوتاهی داریم. بدون شک به خاطر اینکه رئیس جمهوری منتخب مردم مصر هست، تا امروز رفتار بسیار عاقلانه، متین و منطقی از خودش بروز داده. تأکیدی که خانم هیلاری کلینتون داد به عنوان مصر که یک متحد آمریکاست، که اون پوشش داد اون خطایی که شده بود که اوباما، پرزیدنت اوباما، که مصر نه دشمن ماست و نه متحد ما، و همه اینا نشان دهنده اینه برای او اعتبار زیادی قائلن، به خصوص که به عنوان یک عضو اخوان المسلمین عمل نکرد، در تهران نشون داد فراتر از
نماینده اقبال مسلمین. آقای نوری‌زاده خیلی وقت 30 ثانیه عذر می‌خوام وسط کلامتون پریدم. این نکته که آقای علیزاده گفتن به نظر شما چقدر اجرایی هست مجمع عمومی وارد عمل بشه در مورد تصور نمی‌کنم. برای اینکه اولا تعلیق سوریه شورای امنیت رو می‌خواد به اضافه اینکه این راهکارا رو همه رو بررسی کردن. سوریه یه راه ششم داره. اون ملت سوریه است که سرانجام بشار اسد رو به زانو در خواهند آورد. ملتی که آمادگی داره هر روز 100 نفرش کشته بشه شکست نمی‌خوره. ولی نفرتی که مردم سوریه از جامعه بین‌المللی دارن روز به روز بیشتر میشه. حالا اون در رابطه با سوریه ایران و اینا هم جدا. تشکر میکنم آقای نوری‌زاده، آقای امیر احمدی، آقای علیزاده، از هر سه شما تشکر میکنم برای شرکت در این برنامه افق. آیا رهبران ایران از تریبون سازمان ملل متحد برای پیشبرد منافع ملی ایران استفاده کردند؟ این پرسش محوری برنامه پنجشنبه افق. موضوع برنامه سازمان ملل متحد، سخنرانی رهبران ایران. مهمانهای پنجشنبه حسین قاضیان جامعه شناس، مجتبی واحدی روزنامه نگار و حسن دایی تحلیلگر و فعال سیاسی. افق 8 تا 9 شب ایران. تا افق پنجشنبه.